نایید. ماه صبح که ما شما مرتب با تلفن زنگ میزنید آقا رو میخواید. یه ساعت دیگه تلفن کنید. خجالت نمیکشه روزی 100 دفعه تلفن میکنه. چی خجالت میکشه؟ سلام. چی خجالت میکشه؟ چه میدونم مزاحم. مزاحم زن بود یا مرد؟ مرد بود. نمیدونم از جون من چی میخواد. لابد یه چیز میز میخواد بهش بده گم شد دیگه. مثلا چی میخواد؟ چه میدونم خودت بهتر میدونی. شاید هم دوتا فوش میخواد. تازه مشتری اینجا همه زن هستن. مرده که اینجا کاری ندارم. من یه کچلایی که بخوام موزار بشم. ولی این مرد کچل نبود. از پشت تلفن دیگه زلف داشت. خانم شما وظیفه داره به محض اینکه میشوی صدای زنه فورا شماره تلفن رو آزاد چه یادداشت بکنید بده من. اگرم صدای مرد و مزاحم فورا تلفن رو قطع کنید. فهمیدی؟ چشم آقا. ولی شاید اون مرد با من کار داشته باشه. غلط میکنه. طرف منم که با شما کار دارم. کار امروز برده بیا. درستان نمیده؟ هنوز نخیر. لابد امروز با زنش دعوا شده. چه اسمم تلفن نزده؟ نخیر آقا. چرا آقا؟ چند دقیقه پیش من به شما تلفن زدم ولی این خانم با پرخوش به من جواب دادن. سلام خانم، معذرت میخوام. آخه خانم از صبح ساعت 7 مرتب تلفن میزنن. خانم حق داره ساعت 4 صبح تلفن بزنن. چه فرمایش دارید؟ لابد پرسش خودتون آوردین عوضش بکنید. بله، مثل اینکه زیاد به هم نمیاد. بله بله درست است. بفهم برسکت بفرمایید. مهم نیست. بفرمایید هر کدوم دلتون خواست انتخابش کنید. بفرمایید عزیزم. پستش بیام روزی هزار مرتبه. این دیگه نمیتونم صبر کنم. باید تکلیف من رو معلوم کنی. آخه چی کار کنم عزیز دلم؟ خودت که میدونی من چقدر تو رو دوست دارم. عوضی گرفتی. میبونی من از اصفهان کشوندی و گردی اینجا. هر روز پدر مادرم تلفن میزنن تو تهران چی کار میکنی. هر دفعه یه جواب سرباله بینشونی. خب بگو نمزد شدم میخوام عروسه بسنم. بس فقط یه حلقه بکن تو دست من برم به اونی نشون بدم. خیلی میخوام یه حلقه برات میخرم. نامزده اینجا که دیگه به حلقه مرگی کنه نمی که اسمن نامزد میشه همین دردی سال بعدش هم با هم دیگه عروسی میکنن یا اصلا هم تو عبد نامزد میمونن. من حاضرم همینجور تا آخر عمر نامزدت باشم به شرطی که بدونم واقعا زن نداری. مگه خدای نکرده دیوونه شدی؟ من زنم کجا بود؟ آدم زنده رو هم چه غلطه بکنه؟ دیگه از این حرفا نزنی بعدم میاد. خیلی خوب باور کردم. پس همین امروز به پدر مادرم تلفن میزنم که نامزد شدم باشی؟ خیلی خوب بزن. اما قبل از که تو تلفن بزنی بزن اول یه سری به لبات بزنم. اصلا چطور اول بریم یه سری به کانادا بزنی؟ نه شنیدم تو این فصل هوای شمال خیلی عالی. چطور ما اصلا رو دو سه روزه بریم شمال برگردیم؟
همین نامزد شدیم میخواد بریم عسل باشه. همون که بدون حلقه نامزد شدیم بدون عروسی هم میریم ماه عسل. خوش تصادف باباش اینا خدای با امید تو باشه تانده من خدای خدا با تو سپرده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کردم عزیزم. صبح علی و خیر. بازم که دیر اومدی. برمارش تو تا الان گرفتار زنانه بودم با جان تو. بعد مثلا مگه طلاق میگیره اینه هم کنه با من جذبیده جان تو. پس امروزم طلاقش نداری. میبینی سه روز همش میگه امروز طلاق میدم فردا طلاق میدم. خیلی خوب منم تصمیم خودم رو میگیرم. آخه قربان تو برم الهی تو خیال میکنی طلاق دادن کار آسانیه؟ به جان تو همین فرد اکله که کاری میکنم تو میمیری بحث نداره. خیلی خوب سه روز دیگه بهت مهلت میدم. بعد از سه روز دیگه نه من هش این قده برای من چینجیر نیه قربان تو برم. ببینم آقا آمده؟ آره یه ساعته او. سراغ تو رم از من گره یک ساعت اون وقت به منو مردم نگه نمیگی؟ سلام کجا بایی تا حالا؟ ناسلامتی تو کارمند اینجا هستی؟ این موقع مدر مؤسسه هست؟ معذرت میخوام قربان اگه یکی دو ساعت دیر کردم شما میدن اینگه بندی گرفتار زنانه هستم ایالی میخوام دست به سر بکنم دی بقید شما اگه منو نشنسی فرمایشی بود قربان؟ فعلا نه یه ساعت پیش باید کار داشتم. بله بزرگ ترک شد چلش کندی؟ من نمیدانستم این راست رسه که زنده است که قربان ترسید. دلشاد من دوزی میخوام برم شمال تقریبا اونجا داری نگاه میکنم. میخوام برم شمال به نمایندگی اونجا یه سری بزنم نم اوضاع چه قرار است بیا شمال؟ ببخشید چشماتو درویش کنی ها چون شوهر داره. شوهر داره؟ بدار معرفش نکنی. چی تو بقلت شیطون ها؟ کی به؟ نبود کنی پولی که اینقدر قلوم بست امتحانش مجانی. مای چقدر پول با خودت آوردی؟ شما رفتم خیلی پول میخواد وقتی برگردیم خالی میشه. چند تو عکس داریم نکشو میدیم من بهت بسن برای پدر مادر. نه 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 رو میخوام وقتی برگشتیم یه عکس قشنگ بهت میدم. خودم نمی خوشم. چرا تو این کارو میکنی؟
عزیز من بکشم. مامان چی شده؟ چیچی مامان جون منو ترسوندی؟ آخی خواب دیدم بابام داشت تو رو اذیت میکرد. نه مامان، بابا هیچ وقت منو اذیت نمیکنه، اون منو دوست داره. نه من خودم میدونم اون تو رو دوست نداره. نه مامان اشتباه میکنی، تو از کجا میدونی که منو دوست نداره؟ بعد خواب شدی عزیزم، بخواب قربونت برم، بخواب قربون شکل ماهت برم، مادر قربون قد و بالات برم. امشب تو چیتی؟ باز خواب بابامو دیدم. بابام کجا رفته؟ رفته جنوب دنبال کارهای تجارتیش ماما. نه خیلی، رفته دنبال یه زن. چی میگی بیامون جون؟ بابام دنبال اون زن داشت میده، تو رفته جلو، بابام زد سرت شکست. طلاقش دادم تماش. راست میگی؟ بسی اما پدر سر دیشی کتکی با من زد با مرگ تو، اگر با اولاغ میزدن هم میخوام هرچی گلنده با دستش بود توی کلیمه شکست. منم همون جور خونی و مالی رفتم پیش رئیس دادگاه. رئیس دادگاه تا منه دیده فوری اون سه طلاقه که تمام شد. راحت آسوده شدم، خوشحال شدم. اما چرا دست تو باز میکنی؟ دست علکی بسه بودم که جرم زنانه رو زیاد بکنم، فقط به فقط. ای نابلا بانه تو برم الهی، تو پدر من در آورد، من تمام این بدبختیه رو بخاطر تو دارم میکشم. ببینم کی باید حالا ازدواج بکنم؟ هر وقت زخم سرت خوب شد. من باید زخمم حالا حالا این بیسم خوب شد نیست قربانه تو برم. از آقا چه خبر داری؟ تو بهتر میدونی. من چه خبری دارم؟ میگی بهتر میدونی. تلگرافی به خانم بزنم ببینم از آقا چه خبر. الو الو خانم جان سلام عرض میکنم، بنده دلشاد هستم. ببخشید آقا از مسافرت شما برگشتن؟ از مسافرت شما؟ ببخشید از مسافرت مشرق. مشرق؟ چی میگی تو؟ معذرت میخوام، مغرب. آقا رفتن مسافرت جنوب، هنوزم بر نگشتن. حواست خیلی پرته. کاملا درسته خانم جان، من یه قدم مغز من جا بجا شده. آخه دیشب این زنه دو توی ملاجم، منم یک راست رفتم پلوی رئیس دادگاه و ستلاقه کردم. خوب کردی، لاغه زنت میره به یکی شوهر میکنه که حواسش جمع باشه. حواس من جمع جمعه؟ با کوری چشم همشن همین ماه من با تو عروسی میکنم، ماه اصلم دوتایی میرم برای رشت. شکرم عزیزم، ماه عسل خوبی بود، اما حیف که کم بود. هر چیزی کمش خوبه مخصا عسل. خب تو رو تو هتل استراحت بکن، منم میرم دفترم به تلفن بزنم. حتما منتظرم که تلفن باشه.
الو بفرمی پروین جون سلام من لیلی سلام لیلی جون کی از شما برگشتی عزیزم همین حالا دیگه طاقت نداشتم فوراً به تلفن زدم متشکرم لیلی جون خب از شما تعریف کن با نامزده بهت خوش گذشت جوت خالی چه هوایی چه لذتی برخلاف دوتا نامزده قبلیم که هر با این که از من بزرگتره اما عالی نجیب پاک پدر مادر دار نمیدونی چقدر دوستش دارم الانم عکسش جلومه میخوام بفرستم برای پدر مادرم آخ چقدر خوشحالم پروین جون معلومه وقتی که آدم نامزدش اینقدر دوست داشته باشه و باهاش بره شما مسلمان بهش خوش میگذره خب عروسی که عروسی رسمی که معلوم نیست اصلا نامزدم میگه که عروسی و نامزدی فرقی نمی کنه ایوا پس لابد آره همه چی تموم شد ایشالله کم کم رسمانم عروسی میکنی خب پس مبارک لیلی جون آدرس خونه منو یاد داشت کن زود پشو بیا اینجا اصلا بیا اینجا پیش خودم بمونی تو شوهر داری خوب نیست دختری مثل من بیاد مزاحم زندگیت بشه راستی ببینم شوهرت چطوره؟ جز من به هیچ کسی دیگه فکر نمی کنه خوب الحمدلله تو پشو بیا هتل یه قهوه با هم بخوریم اگه نیام منم خونه تو نمیام باشه میام اما امروز نه فردا راستی اسم هتل چی؟ هتل عالیه اجازه نمیدی به نامزدم بگم بیاد با هم آشنا بشین چه مهی داره خیلی هم خوشحال میشم ببینمش خدافظ عزیزم قربون تو عزیزم سلام عزیزم حالا چطوره چطوره یعنی جا تو هستم همین همین جون سلام عزیزی دلم سلام دارم الهی نمیدونی درازه چقدر دلم برای تنگ شده بود دلم پر بزه زرد میدونم عزیزم از سیلاب بود طوری که نشده ضرری که بهت نزده الحمدلله نه به جون تو دیشب پریشب دست این سیلاب بدمصب یه دقیقه موجه نزدم چجوری من جلوی سیلاب بی پیره گرفتم خدا میدونه دیشب هم تو مرتب فاصله نفس سوار بودم سوار ماشینم بعد تا صبح ماشین بودم تا خودم رسیدم اینجا چرا اون مدرسه نرفتن؟ عزیزم ساعت 9 برداره ماشینش هم هنوز نیومده چرا پیش من نمیاد؟ مامان جون بیا اینجا بیا بغل بابا بسه خستگیش در بره بیا مامان نمیام چرا بابام تو رو زد؟ چی؟ هیچی عزیزم خواب دیده تو خیلی خسته ای بیا بریم یه کمی استراحت کن بیا یه مرگ تو نمیرین به روزه چه عذاب کشتم روز بخیر آقای من روز بخیر عزیزم شبه که تو نبودی هر شب خوابتو میدیدی تو خواب میگفت چرا مامانم اذیت میکنی صد دفعه گفتم شام زیاد این راه نمیده بیا بریم بابا خسته است میخواد بخواب من نمیتونم بابا بخوابه این ماشین لعنتی کودکستان چه میونه بچه ببره نیم ساعت دیگه این دو روز مسافرت چرا اینقدر اخلاقتو عوض کردی آخه من حق ندارم بعد از دو روز زحمت و بیخوابی که رفتم جلوی سیل گرفتم یه ساعت بخوابم دیگه حق نداری خیلی خوب حالا که جلوی تونم بخوابم میرم یه جهنم دیگه اصلا تو همون دیدی بابا را عصبانی کردی الو الو سلام عرض کردم خانم جان بنده دلشاد هستم آقا از مسافرت شمال برگشتن از مسافرت شمال تو معلوم هست چند روز حواست کجاست ای داد خانم جان باور بفرمایید زخم سر من هنوز خوب نشد ای بر پدر این زن لعنت من اگه جای زنت بودم اصلا نخ برات نمیذاشتم به هر حال آقا از مسافرت جنوب برگشتن الانم تو همون خوابم از مسافرت جنوب ها بله بله از مسافرت جنوب بر حال وقتی بیدار شدم بفرمایید کارها تو اینجا همش انبار شده خیلی خوب آخرش نفهمیدم این شمال رفته یا جنوب موسیقی
عزیز. این تسخریت میشه خواه من کارا نمی کرد که خیلی خواه بس خواه نیمی میشه عزیزم دلشون از دفتر تلفن زد کارت داشت علا میرم بروز تو شما رفتون دیگه جمعی احواز جنوب ایران یا شمال؟ من میدونم احواز جنوب ایرانه. لااقل به اون دل شده احمق که مباشرته شمال جنوب رو یاد بده. اون که خود شمال شماله، بلد شمال کجاست؟ چشم ازم الان میرم جنوب هم یاد جنوب. این دل اینم ما حالا واجبه تو ماشین نویسی یاد بگیری؟ نه خیر، فقط واجبه که تو رو سوفت سوفت بغل بکنه. ای بلا آقا مدیوار. سلام از کردم قربان. سلام زهر مار. اینجوری موازه به اوضاع هستی؟ چی شده قربان؟ مگه چیکار کردم؟ میخواد چی شده باشه دیگه؟ کسی من تلفن نزد؟ بلکار میدیری خیلی از تلفن زدن. چندشون مردن چندشون زن؟ همشون زن بودن. اسمشون؟ الهام، برفشه، کتایون، آزیتا، مینا، پری، فیروزه، ونوس، رویا، کیا. بس دیگه، حالا هرچی دختر توی دنیاست اسمشو برای میشمره. چه زودتا تکمیل دختره معلوم نمی کنی؟ خیلی روش زیاد شده. قربان شما یکی دو هفته با من مهلت بدین من خودم روی اینه کم میکنم بخور. هر کاری میکنی زودتر والله خودم روشو کم میکنم. آقا خواهش میکنم کم لطفی نکن. من اینه دوست دارم به خاطر این زنانی منو طلاق بدم قربان تو برم آخه. به خاطرش خیلی دختر پاک عقلشو میتونه از دست دادی. نزدیک بود آبروی منو پیش زنم ببری. آقا من تقصیر کردم. شما به من میگی میرم جنوب، به خانم میگی میرم شمال. من کبوده شما رو بوخردم آخه. تو هنوز نمیدونی ما مردا هیچ وقت به زنمون راست نمیگیم. وقتی میگیم جنوب یعنی شمال، وقتی میگیم شمال یعنی جنوب. شش باشه، اگر گناهی دیگه از من سر زده باز این جناب رو کلی منو بشکن. مرمت علی زیاد مش دعوا دارد با من برر. گیسوی محبت بفرمه. سلام لیلی خانم. بله تشریف دارن، گوشی خدمتتون. همونه جنوبیه؟ نه شمالیه. همونه ده شمالی یعنی جنوبی. آقا صحبت بفرمه. لیلی جون خستگی دارد؟ آقا خستگی دارد. بگه صد سال دیگه هم کنار تو باشم. همینطور دلم خواست تا یه جنوب نموندیم. جنوب؟ جنوب یعنی شمال. راستی که چه هوای خوبی بود. گوش کن ببین چی میگم. فردا ساعت 11 دوستم میاد هتل که منو ببینی. خیلی دلم میخواد تو رو با اون آشنا کنم. باشه میام. باید چشمتو درویش کنی. اون شوهر و بچه داری. راست میگی؟ چه بد. خیلی خوب. فردا ساعت 11 میام. خداحافظ. پس این نامزدت کی پیداش میشه؟ من که دلم آب شد. میام. ولی باید چشمتو درویش کنی. مطمئن باش من یه می شوهرم رو به صد تا مردای دنیا نمیدم. تو رو صد یادم نمیدم. تو رو دیگه صبر میکنم. نه اومد می اومدش گوش رفتم پشت اول میاد تو این گر رفتت پروین جون. از اینکه معطلت کردم خیلی معذرت میخوام. من دیگه نگاه نمی کنم. هر وقت من اینجا می بینمش زنت بوده؟ بازم بیشتر زنت بوده؟ موشه دارم یه شام دروخ بود خوش بر سر احمق دروخ بوی حفظه باز. رولانو خانم کجاست؟ دارن لباساشون رو جمع میکنن که برن. ای دروخ بیترس با تو هستم. از جلوی چشم گم شو. یه دقیقه دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم. آخه برای چی؟ مگه چی تو شده؟ چی شده؟ میره برم بابا دیگه میخواد که چی شده باشه. بدبخت بیچاره اقلا میخواستی با یه غریبه این کارو بکنی. من اصلا نمیفهم راجع به چی حرف بزنی. مگه چه اتفاق افتاده؟
چرا برای چی؟ منم هم نمیگم به یه آسمون بزنید اومده. نه عزیزم طوری نشده. معذرت میخوام ناراحتت کردم. منو ببخش فیروز. ببخش اصلا مگه چیکار کردی؟ خوب با یکی از دوستای زن من قرار ازدواج گذاشتی، دو روزم رفتی شمال خوش بودی و برگشتی، مگه بجره؟ منم جای تو بودم از این زندگی یک نوا خسته میشدم. درسته عزیزم؟ آره دیگه درست عزیزم. گوش کن آخه مجید چی تا شده؟ من جو تو اشتباه میکنی، چند روی بزن زمین تا حقیقت برام بودم. یعنی خواب حرف بزنی خبشو، نمیخوام حقیقت رو برام بگی. حقیقت خودم شنیدم و با چشمام دیدم. تازه تو بخوای برام تعریفش کنی؟ پدر مادره که مشهد هم تکلیف رامین بچه بود چه میشه؟ به من هیچ مربوطی نیست، رامینو بده زن تازت بزرگش کنه. الو هواپیما میلی؟ بله خانم بفرمایید. ببخشید من خیلی عجله دارم، همین امروز باید برم مشهد. دروغ میگه. آخرین هواپیمای ما یک ساعت و نیم دیگه پرواز میکنه، اگه شما زود تشریف بیارین به هواپیما میرسین. من الان میام. حالا چه دیگه میخوای بمی؟ میبینی که دارم میرم، پشت گوش تو دیدی منم میبینی. پرده جو ازت خواهش کنم نرو. حالا من یه اشتباه کردم، ببخش من عزیزم. خوش افتر رو برو کرد. خیلی دلت میخواد من بمونم؟ معلوم از خدا دلم میخواد. بسیار خوب، پس این کار یه شرطی داره. قبول میکنم. بگو چی چیه؟ بگو به جون رامی قبول میکنم. به جون رامی قبول میکنم. خیلی خوب، شرط من اینه که همون خیانتی رو که تو به من کردی من این همون خیانت رو به تو بکنم. یعنی چی؟ منظورت چی؟ فهمیدنش خیلی ساده است. تو باید هم داری یعنی فرمون بنده کلا به غیرتی سرم بذارم؟ نه کلا ملایی سرت میمیزه، با هم به حساب بشه. شوخی نکن، تو هیچ وقت نرفان جدی نمیزنی. جدی میگم، مگه تو جون رامین قسم نخوردی؟ شرط مینم باید قبول کنی. قسم خوردم اما نه برای اینکه بی غیرت باشم. شوخی نکن برای جونه. من شوخی نمی کنم، شرط تو قبول میکنی یا برم؟ لا چم چم برای لوس میشی ها، اگه یه دفعه این حرف رو بزنی میزن تو چونت خون را میدازن اینجا. میسی اینکه آقا خیلی قیلتی تشریف دارم. معلومه. خب خدا به آقا این ناموز کرم. برو به سلامت از قلط رو خواهد کنیم. از کنه دورو بره جبو منو بید دهت نمی کنیم. گوش کن پرمی جون، پرمی جون اقلا با ماشین خود برو. ماشین تو سرت بخوره. پس با ماشین من برو پرمی جون. گوش کن ببین چی میگم. بابا پرمی جون پرمی برو خدا احتیاط کن. خوبیستان جا بریم خونه. بیا شرطمو قبول کن یا گوره تو گم کنه مزاحم نشه. هر شب بگی قبول میکنه اما دید کلامو کج نمیزن. تکسی برو آقا برو میگم بر مردم آزاد عالم. پرمی جون پس بگه با ماشین خودم بیام ببرم. رانندی نمیخوام. از خر شیطون پیاده شو. تکسی برو آقا وایسا. میگم برو. میگم وایسا. میگم برو. برو میگم
برگردیم. خانم پروین، شوهر شما شرط رو قبول کرد، برگردیم. یه دفعه بیان بیرون. خانم پروین، شوهر شما شرط رو قبول کرد، به اطلاعات رو کنید. خب معلومه، دو روز بیشتر تو نمیکشه. دو روز؟ هیچ فکر بعدشو کردی؟ تو چطور فکر بعدشو نکرده بودی؟ مرد بازم فرق داره. یعنی مرد هر غلطی دلش خواست بکنه و زن خط خون بگیره؟ منظورم اینه که مرد هر کاری کرد نباید زن بکنه. اون زمونا گذشت، حالا دیگه زن و مرد با هم فرقی ندارن، وزیر میشن، وکیل میشن، نظام وظیفه میرن، خلاصه هر کاری شوهرشون میکنه اونا میکنن. باید بکنه. خب الان چه خیال داری از اون کارو بکنی؟ معلوم نیست، هر وقت امروز، فردا شب، نصف شب، دم صبح، وقتشو خودم میدونم. پس اقلا میتونی بگید با چی؟ هنوز انتخاب نکردم، اما خاطر جمع باشه مثل تو بد سلیقه نیستم. چیزی که زیاده مرد خوشگل و خوشیه کردی. من چی بگم تو؟ چی گفتی؟ هیچ، من هم ندارم. رسیدیم. هتل پاریس هم اینجا. همینجا؟ بله همینجا. یه بود نبردیم ماده. نه نه بیا بیا. آره هتل قشنگی. بکرم همینجا. حتما اونجا. بی خود که لیلا ما رو دعوت نکرد بسیدیم. باز دوباره چی گفتی لیلا؟ دوباره کاز بگی لیلی. خیلی خوب لیلی. خدا بری. عجب بولیه. لا لا چقدر کوچه پس کوچه داره. نه نه سلام علیکم. سلام. مرحمت شما زیاد. من مادر لیلی خانوم هستم. بهشون بگو ما اومدیم. ما اومدیم چی چیه؟ بگو پدر و مادر و برادر بعد اسمان اومد. لیلی خانوم فامیلشون چیه؟ شیرین سازگاری ملک آبادی مطلق. فرد اسمانی. بله متوجه شدم. کلید اتاقشون اینجاست اما خودشون نیستن. کی برمیگردن؟ چه عرض کنم، ممکنه یه ساعت دیگه، ممکنه فرد و صبح. ده چشم دلم روشن. فرد و صبح؟ لا بود رفتیست پیش نیمزدش دیروز خان داد نیستشه که داری بده بگیریم اونجا. بیسوی محبت میگم آن خیانت بکنید اما همین خیانت رو باعث بشه که آدم بیشتر به زنش علاقمند بشه. آخه چجوری؟ ببین دلشاد، وقتی زن برای شوهرش بچه میزاد اون زن یک موجود قابل احترام و مقدسه که باید شوهرش شب روز به خاطرش جون بکنه و وسیله رفاه و آسایش اون زن رو فراهم بکنه. باید. اما کنجام زندگی برای اون شوهر یه نواخ میشه و هم یه نواختی باعث میشه که شوهره به یه سرگرمی کوچولو احتیاج پیدا بکنه. سرگرمی کوچولو مثلا مثل لیلی خانم ده. بله آره، اما هم سرگرمی کوچولو باعث میشه که آدم قد بزنه خودش بدونه. خب آجان بس بمون با داشتن سرگرمی بین چرا علاقه من نسبت به زنانه من کم شد و رفتم و رسود علاقه کردم. مردا دو دست ایرانی، یه دستاشو مثل من عاقل هم با داشتن سرگرمی و کوچولو هیچ شخص شریک بودی خودشون رو دست نمیدن. اما مردای احمقی مثل تو به خاطر سرگرمی زن خودشون طلاق میدن، یعنی از چاه خودشون میدازن تو چاله. فهمیدی؟ آخه بعضی زنها طاقت ندارن شوهرانشان بیرون مشغول عیش و عشرت باشد، خودشان توی منزل مشغول زحمت. خب اینجور زنها مثل زن تو یا شوهرشون طلاق میگیرن یا اینکه اونا هم عمل به مثل میکنن، برای خودشون یه سرگرمی کوچولو پیدا میکنن مثل زن من. دیگه نکنه من اینجا نشستم زن تو خونه برای خودش یه سرگرمی پیدا کرده باشه. راست میگین آقا، کاملا درست بودم. خیلی باید مواظب باشی، الان خانم مثل مار زخم دیده است. یعنی ممکن خانم به شما خیانت بکند؟ آره ممکن، خود احمق هم بشه اجازه خیانت داد. باید این خبرم خونه کارهای بزن بعد میام. چی کاره؟ لابد کلکیس فروش است. نکنی تو مردسه دخترانش؟ سلام، چه فرمایشی داری؟ آقای فروز خانه اینجا تشریف داره؟ بله، کارشون داری؟ معلوم از که کارشون داری؟ آقای فروز خان رئیس اینجا دماد عزیز ما هستن. بله بهشون بگوی که پدر زن و مادر زن و برادر زن و دون از اصفهان تشمه بردن. بله بهشون همه خبر. ببخشید این دماد ما کلاگیس فروشه؟ بله.
آره به همین جسی که چلا میدار میشن او بزرد که با خون شد آره اینجا کاری به خدا بی اینجا دیگه کشو بذارم خورم بیرم چه طوره سر کنم چه شکلی میشن آره کاری به خدا بی اینجا بیگا کن منو مالو چه طوره سر همه حکم شدم من برادرزن شما از اصفهان تشکر پدرزن و مادرزن و برادرزن من از اصفهان تشکر آقا مگه شما پدرزن و زن برادر و زن مادر اینا نداریم چرا دارم؟ همون اونه اصفهانی نیستن مشهدی هم اما اونه کاملا اصفهانی دارم مثل خودتون با من آقا میگم پدرزن و برادر خانم اینا اصلا اصفهانی باشن ولی بعدا رفتن مشهد اونجا موندن بی بس دیگه چرا اشتباهی نکنم؟ نخیر آقا اسم شما رو ببردم آقا مگم نکنی که خانم تیلیگوی شکایت شما رو کرده اونم دستپاچشون یه خون آمدن اینجا نمیدونم بگو 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 چه بگو 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 کدوم قلم؟ همین دیگه چی کار داری میکنی؟ بقیل ناقص بندی حس میکشه بفرمه ایگا بیان بیان که تو موت عزیزمی تو عزیزمی بگه 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 خوش تنم نگه لا بگیران که تو کرده و لا تو جو بخورید بخورید تمام تماش چه مصیبت رو سرم آمد دنیا از کجا پیداشون شد آقا اینه چی بودن همینجا نیست خون مورد سر عزیز من دارم از تو میپرستم کار مهمه حتما اون دعوتشو کرده کجاست این مدیر بی همه چیز تا پدرشو درارم سلام مادر خوب شد اومدی باید انتقام من از این مردی که بگیری مردی که کیه؟ همین فیروز بی همه چیز خانده مادم رو میگوی؟ آره مادر کلا سر من گذاشته مادر بیچارم کرده آخه چه؟ من مردر شدم که فهمیدم اینم سر بچه کرده آره تو با روش بیا پسی مچکه هم قشیه تم در روشی بده خاک آلم به تو سرش کنن بچه بودم نمیونسته سر تو کلا بزنی پیدرشو بردیرم شب هم میرم خونه تو هر جایی هست اینا رو دست سرش رو ببرن من چه غلطی میکنم خواهش میکنم آقا چه خواهش خیلی خوب شب ببر من یه چه غلطی میکنم بسه لا پایین دیگه بسه پایین دیگه
بعدشم لیلی خانم پدر و مادر و برادر و جد آباد و ایل و تبارش دیشب تا به حال اینجا بله بو من چیه؟ بگو آقا مریضن، اصلا بگو مردن. نمیشد آقا، این ها میگن اگه این روز اینجا رو شما رو نبینن هم مثل هم آتیلن اینجا رو آتیش میزنن. غلط میکنن، برو فورا پلیس رو خبر کن. مگه میشه آقا قربان تو برم بتر گندش در میاده؟ راست میگی، نمیشه شکایت کرد. پس درچه تو رو خدا هر جوری هست اون رو دست بسرشون کن برم. آقا جان تو رو به خدا یه جوری تشریف بیارین اینجا، خودت هم با اینا صحبت بکنین، من باید برم منظور به خدا. من اینجا اصلا نمیتونم از خونه تکون بخورم، شیشتانگ حواسم باید جمع ناموسم باشه. مثل که خانم تصمیم گرفته شرط رو که با من بسته امروز عملی کنه. ای دادی بیداد، بسیار خوب آقا باشم، الان خدمت شون عرض باشم. چشم، مجده بدی، مجده بدی، مجده. چه خبر شده؟ آقا فرمودنگی به سلامتی امروز 48 درجه تب دارم، نمیتونم بیارم. آقا دور پدری تو با خودشو خندیدم. چرا من؟ خدش آقا فرمودنگی حال من خوب نیست، شما برین هتل. منم فردا میام هتل. هتل هتل ولش کن، ما اینجا جام نمیخوری. نخور، ما تا یه ما دیگه هم شدی اینجا میشینیم. من چی؟ آبجی من گشنم از صابونه نمیخوره. دلشاد چون صابونه رو آماده نمی کنی؟ خانم جون تو خیال میکنی اینجا قهوه خانه ایش که قربان حاضر کنم روی سگ من بالا بیا. خوب باید مگه امروز نمیدی دفتر؟ نه کار زیاد مهم ندارم. خب پس من کارمو نمیدارم، باید برام بیرون. ربابه رامی که از کودکستان برمیگرده کاملا مواظبش باش. چشم. نهار آقا و بچه رو بده بخورن تا من بیام. مگه شما زور تشریف نمیدارم؟ نه ممکنه شب بیام، البته خیلی دیر وقت. بیام تو کار مواظب بچه خوش. عزیزم کجا رو خواهد بیاره؟ من میام برسونی. نه وقتی تو میرفتی دنبال خوش بزنی من ازت میپرسیدم کجا رو میری. خدا اما من باید هم تو کجا میخواه بری؟ عجله نکن، بعدا خودت میفهم. عجب گرفتاری شدم خانم جان، مگه با نیمه مخن که شاگردم بابر ما چی میداریم؟ اگه این اطراف چلو کلاب خوب پیده بشه با چند تا زرده تخم مرغ من بدم میاد. با چند زرده تخم مرغ؟ چش ننه من تحچیه مرغ میخوام. تحچی برای من دیگه به من بخال پل آم مرغ بیدی تو عرم بخونه به چیز بیری میلری بلوه. اینجا قرمه سبزی هم باشه بردی. چش من چیز میل ندارم، اما اگه گرون بوغلمون باشه میخورم. از کجا بیارم؟ شما چرا اشتها ندارین آخه؟ برای دخترم رو نبو قلمون بیارم. با چشم الان تلفون میزنم فوری بیاره. میرم الهی ماده چشم موشد الهی ده انقدر تو خیال نکن، ده همش تقصیر خوده بیست پسر آمو به اون خوبی رو جواب کردی. آیا میدید یه روز زنین بیست در بیتا بشی؟ یه راست میگه، مگه برادر زدم آقا حسین چه ای میداش که حاضر نشدی زنش بشی ها؟ والا به خدا قسم آقا حسین میگو ایگه لیلی خانو ساعت تو شو برم بکنه آتلاق بسنو بابا میسونم. نه چطور همین حالا به پسرم آقا حسینم تلفن بزنیم از اصفهان بیاد اینجا، هم تکلیف خواهرم رو معلوم کنه هم حساب این فیروزها رو بره. الان نوش تلفن میزنم بیاد حسابشو برسه. ببخشید آیه گنده، پسرم و ایجه نوالی چی کاره باید باشه؟ گاف کشه. آها امان پس چرا تو رو نگوشته؟ آتان آقا گاف کش بفرمایی.
سلام لیلا خانم. ببخش لیلی خانم، دخترم و یه خوشگلم و دربست برگونش برم. شنیدم رفتی تهرون. آره الانم از تهرون برم برات تلفن میکنم. پسرم جون، یه اتفاقی برام افتاده، دلم میخواد همین حالا بلندشی بیای اینجا تکلیف منو معلوم کنی. کسی مزاحم شده؟ به خدای دیب باشه شاخش میش کنه. تو رو خدا خودتو زودتر برسون، اگه منو دوست داری معطل نکن. تو هم من جون بخوا، میدونی که چه کشتتم. آدرس بگو. من بگو گل کار بگو نباد بیارم این دکی برای منم بگو یه تقار آب پرتقال بیارم. چشم، یه سطل آب پرتقال هم رایش خوب گفتم ننه برای بگاگا آلبالو بیارم. وای خدا بیچاره شدم. سلام عرض کردم برمن. سلام پروین جون. سلام ریلی جون، از این اتفاقی که برات افتاده خیلی متاسفم. منم براتون متاسفم. نه من تقصیری دارم ریلی جون، نه تو. اون که مقصره هر دوی میشنسیمش. قصهشو نخور، تصمیم دربارش گرفتم که به نفع هر دوی مونه. خیلی متشکرم پروین جون. راستی پروین جون، یه بند رفت پدر و مادر و برادرم بهت معرفی کنم. سلام علیکم. سلام. من پروین، هم دوست قدیمی دختر شما، هم هووی دختر شما. البته لیلی هنوز رسما با شوهر من عروسی نکرده، اما از نظر من هیچ اشکال قانونی نداره، چون منم که باید اجازه بدم شوهرم با دختر شما عروسی کنه. حق چیز اون رو نمی کنی. چرا نکنی؟ مگه جای تو یکی تنگ؟ الحمدلله وضع زندگی فیروز انقدر خوبه که به غیر از مادری تونه صد تا زن دیگرم اداره کنه. بهتره که به لاخی بسته. حق قانونی توی که همین حالا بلندش رو بری خونه شوهرت، با هم هم زندگی میکنیم، چیزی که اونجا فراغونه اتاق خالی. پروین تو چی داری میگی؟ رو دروسی رو بذار کنار، زود باش بریم خونه. من و تو دوتا دوستیم، میتونیم هم با هم زندگی کنیم. اون که کلا سر هر دوتا ایمون گذاشته، چشمش کور بشه و ادارمون کنه. آره دختر جون، پروین خانم راست میگه. حالا که هوی به این خوبی داری، بذار ما چشمونم قربونی شکلت برم. چرا نری خونشو بری زندگی کنی؟ راست میگه دختر جون، تنورایش همینه. ما یه هفت هشت عروس مهمون شما هستیم، بعدش میرسیم. با هفت هشت عروس چی چی نیست، یکی دو ما میمونیم، شایدن بیشتر. بله میمونیم. عالیه عالیه. پس بفرمین به این خون یعنی حسن چند میدون. آره بردار بیار، من برای من کشیدی منم بردار بیار. بفرمین نه نه بایدی منم با خودتون ببری. من جا موندم چی شده شما؟ افتضاح شد آقا، افتضاح. خانم شما لیلی خانم و پدر و مادر داشته برده منزل شما که همینجا زندگی بکند. به نظرم یه سه چهار پنج ماهی میخوان اونجا بمانم. اون از خرج مخارج زیاد شده، همه اینها یه طرف چه دارم. ماشالله بابا خیلی خوشگل است بابا، خیلی قشنگه. الهی به پای هم پیر الهی. حالا هیچ بود دوباره اون بده. اجازه بدی من راه نمایی تو کنم. بفرمایی خیلی بفرمایی. نه نه این هم موز ندارم. زیلی شالله چقدر کفتت میکنی. درست دارم موز ماهی هاشینا. آقا جم بالاخره تا کی باید اینجا بینشینی؟ بینشو برو بخانی دیور من. مگه من یه جوره دارم پامو تو خونه میذارم، مجبورم شما همینجا تو دفتر چپ مرگم بذارم. یه برای آخرشی بالاخره باید تقریب این کار معلوم بکنی یا نه؟ پروین بلای به سرم آورده که دیگه نه راه پس دارم نه راه پیش. من میگم بهتره با خانم صحبت بکنی، ببین در اون چیه. تو اجازه میده اصلا من شماره رو بگیرم صحبت بکن با اجازه؟ دیگه هم فایده نداره. خیلی Thank you.
حال دیگه کاری نداری. متشکرم پرویز جون. آخ ننه یک شطر ماهی. خانم خانم جون اسمشو نگفت. پریجو چه نام آوردی تو خونه؟ حالا کجاشو دیدی؟ دیگه کجاشو باید ببینم؟ تو با من شرط کردی یه دفعه با من خیانت کنی با هم بی حساب بشیم. من احمقم قبول کردم اما دیگه برنا نبود اینا رو بیاره تو خونه. من مخصوصا این کارو کردم برای اینکه تو نمیذاری بی حساب بشی. به خیالت نفهمیدم تو خیابون همش دنبال من بودی و زاکسیامو چوب میزدی. پس تو میدیدی من دنبالتم؟ خیلی خوب غلط کردم. دیگه دنبالت نمیام. به شرط که همین الان از خونه من بیرونشون بکنی. اولا اینا باید تو خونه باشن. دوما تا من و تو با هم بی حساب نشیم زندگیمون نمیشه. ثانیا اگه مزاحم نمیشی امشب تصمیم گرفتم مرد ایدئال خودمو پیدا کنم و ان شاء الله گوش شیطون کرد بی حساب بشیم. خدافظ. تو هم خیال داری با یه مرد دیگه. درست فهمیدی اما نمیخوام زن کثیفی بشم که به معنی واقعی بهش خیانت بکنم و یا برای اذیت کردن فیروز خودم رو خراب کنم. فقط برای اینکه زجرش بدم ظاهرن این تصمیم رو گرفتم. نمیدونی از وقت که این شرط رو قبول کردی چه حالی داره. وقت و بی وقت مثل دیوونه ها دنبالم. اما اگه از من میشنوی برای اینکه حسابی جگر فیروز رو بسوزونی موقتا باید یه مرد رو پیدا کنی و ظاهرا باهاش گرم بگیری. خیلی مشکله. آخه من تا حالا از این کارو نکردم. نمیگم که رس رسی این کارو بکنی. برای اینکه حسابی بتونی فیروز رو تحریکش بکنی کافیه فقط فیروز در یه محلی یه لحظه تو اون مرد رو با هم ببینی. اون وقت هم حسابی تنبیه میشه هم علاقش نسبت به تو بیشتر میشه. خب چیکار کنم؟ چجوری میشه این مرد رو پیدا کرد؟ کاری نداری. تو دلت بخواد مرد دل فراونی. من چجوری به ستوش نامزد شدم؟ اگه بخوای چورانیشم پیدا میکنم. البته برای تو. من آقا حسین گاف کشم دخترم اون لیلی خانم این آدرس رو من داده که بیام خدمتتون. به جون شما 400 با ماشین خودم اینه بعد و تیپون از اسم خودم رسونم تهرو. دیر که نکردم. نه خیلی هم زود اومدید. چند لحظه بفرمون بشین الان میرم. جماعت رفت بگید ببینم چه اتفاقی برای فاتی خانم افتاده. لیلی خیلی خب ببخشین چه اتفاقی برای لیلی خانم افتاده؟ هیچی مثل همیشه باز دخترم افتاده است تو چا میباز درش آورد. این دفعه هم بد جوری تو چا افتاده است. همش تحصیل خودتونه. به ما چه؟ فاطمه از روزی که به دنیا اومد چه؟ لیلی ببخشید لیلی از روزی که به دنیا اومد خودشو به ما جور نمیدی. میگفت من امروزی هم و شما امولین رو ببینی. همین امروزی هم حالا دارن پدرشو در میدی. پدر و مادرشو خب استی که تو هم امروزی و قدیمی نداره که تربیت بچه دست پدر مادرشه. آها حسین آباجیم اومده. سلام پسرمو کی اومدی؟ سلام علیکم قربون شما. همین امروز خواهد دستور داده بودی بس ماشاءالله چی شدی؟ متشکرم پسرمو با پرمجون دوستم آشنا بشو. سلام علیکم مخلص شما قسنگاه کن بفرمی بشیم خیلی مادر جو اون قلقه آقا حسین اومده میخوایم دنبال بیم یکی تنها نباشیم. آره بابا جو شب از خوب نیست دو تا زن تنها برم بیرون بیترین بیا دخترم جو میشه با پرمین صحبت کنم میشه اینکه بعدم نگفتیم پرمین جو پرمین ببینیم ما که میخوایم بریم یه مرد برای تو پیدا کنیم چه بهتر که پسرمون رو ببریم. بعد هم نگفتی ازش اطمینان داری؟ خب نگه بابا ازش مطمئن مطمئنم اون در من میره به خاطر من پشد اومده تیرو ببینه پس چرا زنش نمیشی؟ آخه فکرش با من جور در نمیاد. اما حالا بعد از این همه شکست و بلکه دلم راضی کنم زنش بشه. خب خانم پس اجازه میدی قبل از اینکه زنش بشی پسرم دو سه روزی مال من باشه؟ آکیج تو پسرم اون انتقام من تو رو از فیروز نگیره هیچ وقت منش نمیشه. خب پس چرا وایستدی؟ برو جسر خیلی نگو حرکت کنی. اینجا بوده ماره میدید فیروز که اینجا نیست خودش نیست
پیشکر احمقش رو پشتم تیر داره نگاه خیلی خوب باشه آقا سین طرف بغلش کن چشم تو آت بشکر بغل خاطر خورم بسپرم چون بردن کنون که میخواد تسوی ایسا بود Thank you.
خودم. جان نگاه کن داره میبرد آه پوست آه جان رفت کنید زن مردم چرا بغل میکنی؟ دروغ آیه من گرش نیستم باید خفه من خفه آره بخشه قول بیا بونید آره بینم قول جان نفهمیدم نه مردم تنها گیره وردی سلام از کردم ور برنا غیرتی نشی بعد اومدی مزاحم شدی من چه مزاحمت شدم دیوان گردن گلو چی شا؟ من هیچی تو دیوان حضرت آقا حساب پر کردم من چه حسابی؟ من امشب تازه به این آقای محترم آشنا شدم فقط یه خودی براش رخص میدم من که غیر از رخص کردی هم میخوای بکنی؟ معلومه من یکی دو روز به این آقا هستم اگه ازش خوشم اومد اون وقت بیسرخر میریم یه جای دنج پس تا یه محل دنجی نریه حساب پاش نکنی ولکن نیستی نه؟ نه اگرم نمیخوای همین الان میرم مشهد نه پرده جون تو نه من میرم دیگه هم مزاحمت نمیشم بشین همین جون تا صبح فردا پس فردا تا هر وقت دلت خواست حساب پاک بکن من میرم مردم هم کل بیغیرتی سرم گذاشتم نراحت نباشین آقا خانم گفت امشب فقط با این یارو یک دیگه میرخصد یکی دو روز دیگر اگر خوشش آمد اون وقت حالا که شما دو روز دیگه وقت داریم قربان بای خدا من چجوری دلم رو راضی بکنم چه غلطی کردم الان ساعت 3 بعد شب زنم کجا آقا شما رو به خدا خودتان نراحت نکنین اگر از من نادان میشنوی قولی که به خانم دادی بده عملی بکند آبراگی از آسیاب افتاد با هم حساب بشه چجوری دلم راضی کنم تو جای من بودی چیکار میکردی من خب خیلی ساده حلش میکردم چجوری حلش میکردی آها یکی از صمیمی‌ترین دوستان خودم برای این کار انتخاب میکردم منظور چیه؟ منظور من اینه که شما باید یکی از دوستان نزدیک خودتان سر راه خانم قرار بدین تا پروین خانم با دوست شما منظور خودش را عملی بکنه دیگر بند چه جوری عملی کنه؟ منظور من که تمام عمل نیست اون دوست شما با خانم شما میرن مثلا برای پاک کردن حساب آن وقت در آخرین لحظه دوست شما دچار ناتوانی میشود از خانم معذرت میخواد با این حساب هم خانم عقده دلش خالی کرد هم شرافت شما حفظ شده قربان خب بفهم این دوست شریف از کجا پیدا بکنم که در آخرین لحظه بتونه شرافت من رو حفظ بکنه فراوان پیدا کردنش زیاد مشکلی نیست به نظر تو چی برای این کار مناسب است؟ اگر اطمینان داشته باشید خود بنده کتکم بزنه مگه در پایین باز بود خودت که میدونی من کلید دارم بله آخ جان چه نماش داری؟ لا
عباد اومده موجه بده که زنم با من بی‌حساب شده. نه من حساب پس نکردم، اومدم تو رو ببخشم که بیای بریم خونه. منو ببخشی؟ سرشب تالا رفتی تمام ولگردیاتو کردی، حساباتو با من پاک کردی، حالا دم دمای صبح اومدی اینجا که منو ببخشی؟ تو دیگه به درد من نمیخوری. از جلو چشم دوشو برو گمشو پیش اون مرکه گردم. مزخرف نگو، من هنوز به تو خیانت نکردم. پس میفرما تا این وقت شب مشغول نماز و دعا بودی؟ فیروز پروین راست میگه، قسم میخورم که هیچ اتفاقی نیفتاده. کسی که امشب پروین براش میرخصید آقا حسین پسرموی منه که از اصفهان اومده. ما مخصوصا این نقشه رو کشیدیم که مجید تو رو در بیاریم. باور کن راست میگه. راستشون راست میگه. سلام علیکم. والا ما نامرد به دنیا نایمدیم که چشمون دنبال ناموس کسی باشه. ما فقط چشمون دنبال یه لغمه دخترم و که تا کوه گاف هم بره میریم دنبالشون. اما به این کل و ملا که رو قلبمه پروین خانم سر شب تا حالا این هم بوده. فقط چون شنیدم که با داشتن زن به این خوبی میخواستی به اسم نازه دخترم و یه ما لیلی رو قور بزنی عصبانی شدم و یه خود همچی بفهمی نفهمی ادبت کردم. بی‌حساب نکردی؟ جونی مادر درست میگیم؟ من میدونم برمونی 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 بزن بیرم نمونی برمونی برمونی این خواهی از درمه بکر برمان چشیدی خیلی بسید برمونی 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 با هم جلو کنم به حساب پاک بکنی. من با اینکه دختر زیاد تو در همسایه برام پیدا شده اما به خاطر تو به همه جواب رد دادم. صبر کردم خودت بفهمی یه مرد کاسب با دیگران چقدر فرق داره. بله دخترم به حسابت شد که بعد از اون سه تو نیزد مرد خوب کم پیدا میشه. دخترم بگو بله و همه رو خوشحال کن. خیلی خوب بله باید کم دختر خودی بعد آزشم اینایی که مادرت رو خوشحال کردی. دخترم او دوست داری قبل از افتون همه گی برزیم تو ماشین و دو سه روز بریم شمال عشق بکنی؟ دوست داری؟ آلی باشه میریم. پردیم چون هم اومد. سلام بی ادب بشه هم لیلی بیشتر از این جنس مرد رو بشنست. رو بابه خانم کودکستان چه عجب یاد بچه کردی. من هیچ وقت بچه هم یادم نمیره. من اسمم مادره. رو برو نهارو رو برا کن. خب نهارو میخوری نه حرکت میکنی. منم برم لباسامو عوض کنم و بیام. پروین جون ببینم خیالت از طرف فیروز راحت شد؟ مطمئنی که دیگه بهت خیانت نمی کنم. فعلا که سرش به سنگ خورده اما بعدش رو دیگه نمی دونم. دوست داری این چند ساعت که من اینجام یه امتحان دیگه ازش بکنی؟ بعدا نمی ها. الو فیروز جو سلام، میگونت بخوام امروز تشریف ببرم خدافزی کنم. آخه خجالت میکشم هر وقت رفتم میام. از کی خجالت میکشی؟ دیگه همه چی تموم شده. لیلی خانم و حسین آقا نامزدیشون تموم شد، همین دو سه روز هم میرن اصفهان و عروسی میکنن. راست میگی؟ چه خوب. خیلی خوب پس تو نمیزن دیگه میام. متشکرم خدافز عزیزم. گفته میرسد دیگه میام. خیلی خوب پس زودتر بگیم. بله میخواستم خواهش کنم کمکم کنی. بله من اجازه دارم باید برم خونه. بگو
میکنم از نظر انسانی کمک کردن به زن تنها واجبتر از رفتن خونه باشی. از نظر انسانی سلام علیکم. بگو چه هفته پنجه جوری زفاستون داد داره؟ زفاست چیه؟ یکی لاستیک اضافه سویشتون رو بیمان؟ زفاست یعنی؟ زفاست هم که نداریم؟ حتما دوست برده پس خانم چاره ای نداریم که ماشین همینجا بذاریم درش قفل کنیم و همین لاستیک که پنچه باید تکسی ببرن در این مغازه پنچهش رو بگیم و برگردیم. خدا به شما. آقا شما چطور دلتون میگه زن تنها رو تو خیابون خلوت بل کنین و برین اقلا لاستیک همو دربین؟ من که بلد نیستم چقدر شما بیم خانم والا من کار دارم باید برم خونم. پنج دقیقه دیرتر مگه آسمون به زمین میام؟ شما تا نیم ساعت دیگه آزاد. نیم ساعت دیگه؟ بله نیم ساعت دیگه آزاد میشه. شما خون حضر که شما باید تاکسی میبرید. چی کاری؟ این چی دیگه لاستیک حضر شما پولش میده این لاستیک رو میگیرید میدونید تو تاکسی میبرید واقعا که خیلی محتاطه. چرا؟ شما دلتون میاد بین این همه مرد منو تنها بذاریم بریم مثل اینکه شما هیچی سرتون نمیشه. تازه قهر هم میکنید خیلی خوب قهر ندیم چشمم کور میشه باید میشتم متشکرم چطوری تو لاستیک ها دمشه یه قهر مهمون من باشید باشه خانم من که آب از سرم در رفته چه یه وجب همین دیگه قهر داره میشه چی نایه استخل سرپوشیده که خانم نزدیک همه چی من بقیه قهوه‌مو میخورم با اجازه شما میرم تو آب اجازه این وقت شما چی کار میشنه؟
پنچریشو بگیرم. بعد اومدم اینجا که پنچریش بگیرم. کاری کردی که تونستم چهره واقعی شوهرم رو بشناسم. ازت خیلی متشکرم پروین جون. من این کارو نکردم که تو ناراحت بشی. دخترم اون ماشین حاضره، فقط منتظر توییم. بجون بابا که دیرم. آقا حسین من هم میخوام بیام شما جا داریم؟ البته که جا داریم، جا هم نباشه همچنین میشونم و دو توخ بچه همین جون تو خدا میای اعصابم خراب شد. جونم هم بیا. زود باش را بیا. ما سواشی من از سکم و برداشتن میرم. زود باش. زود بیا. بزن بریم که دلم واسه شما یه ذره شده. بجنبی. خانم سب کنین ماشین کودکستان اومد. بعد اینجا این رو به خودمون بیاریم. خیلی خوب میبرمش. برو به دست کنم. زود باش. رو با ببرم من موزم بیا. سلام بذارش تو ماشین. کجی میخوایی؟ حالا برو بشین تا بهت بگم. خیلی خوب تو هم برو تو خونه. زود باش. خانم من با آقا بگم کجا رفتم. اصفهان، شیراز، کجا که دلم خواست. پس همی بچین جانمونه. منو جواب دیدی ننه؟ بگو مادر قدیرشم. بگو مادر بلکم موز میخوادم ننه. سلام. دلشاد کجاست؟ به خاطر کتک هایی که برسادیم گفته دیگه نمیام. غلط کرده باش، اضافه کار دارم. میدنم بدون من امورتت نمی گذرد. سلام. سلام دلشاد، باز خانم غلط کرده رفته. ای دادی بیداد بچرا این دفعه یه بچه هم با خودش برداشته برده. آقا شما دیگه با هم آشتی کردین؟ به خاطر یه پنچرگیری باز اوضاع قمد عقب شد. آقا تو رو به خودت دست این پنچرگیری بی صاحب ورده. تو چه نمیدونی؟ مجبور شدم. به هر حال خانم همراه لیلی و پدر مادرش رفتم به طرف اسلام. مجبورم همین الان برم دنبالش. مواظب باش تا هم برگردم. ببخشید آقا شمال داشتین میرین یا جنوب؟ اسلام که دیگه شمال جنوب نیست. میدنم میخواستیم یه اون سر از شمال در نیاری آخه. نه مطمئن باش. آقا میخواستم از بکنم پس بردگی عروسی من و مژگانه شما بری میگردین ده. تا من بر نگردم با خانم آشتی نکنم تو نمیتونی عروسی کنی. با عروسی من و مژگان چه ارتباطی با عشقی شما و خانم دارد؟ او عجب گیر افتاده من. Would you buy this rig? This is a new one. عوض نمی کنیم خانم جان، عوض نمی کنم. جنسی که فروخته شده پس گرفته نمی شود. بی سواد میگه میخوام با دوستان برم چنان دریا، به پول احتیاج دارم. میخواد پستیج خودشو بفروشه. How much? 400 تومان. 600 تومان؟ برو جانم خانم برو بیکارت. اینه ببین بی سواد 400 تومان یعنی 400 تومان. بازم به درد من نمیخوره. میخوام چیکار خود من داریم این دومون کورست گناه داره چون کورست جمعه 400 تومان بیار بهش بده بره. یالا حالا چون شما میگین چشم وگر من پوزیتیج بخر نیست. باشه برو بهش بده. ما پول پیدا کردیم. ببخشید آقا ممکن این آدرس به من نشان داد؟ میدان شهریار، میدان بیچارستان. شما باید اول برید میدان بیچارستان تاکسی بشید و کجا رو میخواید؟ میخواد بره میدان شهریار. میگم اول باید سوار تاکسی بشه بره میدان بیچارستان بعد بره. آقا جان شما که دارین میرین اصفهان سر رنگ مدمزل میدان شهریار پیاده بکنده قربان تو برم توریست گناه داره. خیلی خب من به شما نشون بدم. بیا دنبال من. وای وای خدا آخر آقوات این میدان شهید نشان دادن به خیر بیارد. معلوم نیست که بعد از میدان شهید سروز کجا در بیارد. دوستان خودم رفت کنار دریا. آه
اما الان چه ساعت 10 هست که؟ خیلی متاسفم برای شما. پس نبود دوستان من رفتن؟ بله نبود حتما رفتن. من شما رو با ماشین ببرم کنار دریا پیش دوستان خودتون. من متشکرم. خیلی خیلی متشکرم. خیلی حالا قباحت کره بطلو بگون بعد اما این من که نزداشت است من که همی سینی ندارم 50 سال که چیزی میده وخی ننه جو ننه جو نهار حاصل بیان بریم با خودی سخیر بود بهتر که دوست مستی بیشتر به چه نخودت نادر مرده من یه خطه شدم دوستای شما هم که پیدنه چندیه کجا میکردی اینجا موتل خوبیه دوست داری بریم اتاق بگیرم و یه خود استراحت کنیم شیطون پبر که چی هم که بعد میاد بریم چولکمش خیلی آجوریه سهنگ هم باشه من میخورم بعدشون روش آخه این بودی به خاطر تو تمام هتل این جنوب رو گرشو بره نمونه یاد بگیر حالا دیگه ما بی نمونه شد پروین پوشه با هاش آشتی کن پاشو بلش کن بابا چی بلش کن فیروز فیروز یادت که جالب میکشه بیا نخیزیم با بیا بلش کن پروین جون بلند شو بیا دیگه سلام بیرون سلام خوب کردی اومدی حالا تا میدم چقدر میزنه بچه هد الان هرزو بنا تو خود میگرشو بره من بکنم اگه یه سلام قرد بکنم برم چکش نمیگیم حالا بیاییم دست خانمی دونو ماچ بکنم دو سلام بله بفرمون بریم آقا اولم بگو که دیگه پنچر گیری نکنی والا من زدن کمات انسانیت پنچر گیری ما نمیخواستیم پروینو بیاریم چون از دست تو عصبانی بود با ما اومد هم خوب کردی اومدی سراغش خب معلومت نمه از من میتونم دوری زن و بچه بگیرم اما اول اجازه من برم یه سر به ماشین ماشین به ماشین با دست خانمتو ماچ کنی و الا و الا دوباره عذب میشه بفرمایید تو کی هستی؟ از ماشین بابام بیا پایین میگم بیا پایین الان میرم به مامانم میگم بس پروین جون اخمات رو ولش کن دیگه این چونه به خاطر تو 50 فرسخ رو بلند شده اومده اینجا خیلی خوب حالا که از نظر انسانیت پنچره گرفتی میبخشمه ولی اگه دفعه دیگه از این کارای انسانی مخصوصا نسبت به خانوما کردی من میدونم تو آن چشم عزیزم مطمئن باش من اصلا یه دست از انسانیت بر میدارم نه من باش نه مامان باشی بگو بین تو ماشین بابا چی میشه باش باش بابا نشستی یه خانم موزه خبش تخم سگ فضول بذار اقلا چند رقه ازاشته منو مامان رو بگذاره پهر جمعه هر سگ جلو آینه رو میگه باز دیدنش که ضرر نده مهل آینه میگه نکنه تو را باز بگره پنچه دیگه رفته باشین نه نه
که با حرف علکی این قصه خیلی به من مشکوک بشی؟ معذرت میخوام عزیزم، ببخش. برو برو چشم. مثلا که بوسن شروع تماشا بریم پرو. ایوه. حالا یکی دو روز باشیم بعد لرگی با هم میشه بریم. اجازه بده. بله، حالا مجددا خونه رو درست خالی کنه. بریم برو برو. ای خانم کوشش من. بیا بالا لین مجدی تو غلط کردی دیدی. ماشین کجا ماشین خمی جون؟ نامزد شدم این بلا به سرم
باز داری دروغ میگی؟ این همه وقت رفته بودی تازه میگی هیچی؟ چی چی رو هیچی؟ شب جمعه عروسی من و لیلیا اومدیم دعوتتون کنیم. من میگم لیلی جون میریم دیگه عطر شده حتما. بله این دفعه حسن آقا جفتمون عرب میکنه. حتما میاد. حتما. حتما. حتما بیاد. قربونه. خدای شکر که همه چی به خیر گذاشم. خدای قلم کردم. قربونه دیگه بزنم خیانت نکنم. چی داری با خودت هی زمزمه میکنی؟ هیچی با خودم میگفتم تو دنیا هیچ کس نمیتونه جای زن و بچه آدم بگیره. متشکرم عزیزم قربونت برم جونم خدا بشم. این کتو کیف مال کیه؟ مال ننم مال مادرم نمیدونم. 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 نمیدونم.